بچه یکی از مسائلی که تیم کلاوردار پروداکشن بهش گیر داده اینه که گفته ما مجانی برای اینا عروسی گرفتیم. یک، تو آلمان مجانی تو به داشت برو بگو 1000 یورو پول، 1000 تومن پول بده، 2 یورو پول بده نمیده بهت. این یک. دوما قرارداد یعنی چی؟ یعنی یک چیزی بدی یک چیزی بگیری. بعد یه آدم شخصیت من، شخصیت من ببین، یه آدم شخصیت مغرور مثل من میره پیش یه آدم کور میشینه. من میشه نفر دست خانومشو بگیره بره تو دفتر یارو بشینه بگه تو رو قرآن ما پول نداریم، تو رو خدا برای ما عروسی بگیر. همچین چیزی ممکنه مگه؟ داداش من پول داشتم که اومدم میخواستم عروسی بگیرم. یک، دو، منم پول نداشتم کلاهبرداری نکردم، از جیب مردم نگرفتم. من میرم سر کوچه 2 یورو میدم به یکی، همون پول بی پولی هم که اصلا دلم نمیاد از این جوون بیام 10000 رو کلاهبرداری کنم. سوم، من مسئله فقط مسئله ما نیست، 12 نفر به من پیام دادن که همشون رو میخوام ویدیو بگیرم. زنگ زدی به حسیب الله تهدیدش کردی، گفتی آدم میفرستم در خونت، حسیب الله هم امشب ویدیو میذاره. تو ابی که ویدیو گذاشتی داخل تیک تاکت امشب با من لایف میذاره، بهت میگه برگ همینا اینا اومدن ویدیوهاشون هم میذارم همشونو. دوم، من قرارداد یعنی یه چی بدی یه چی بگیری. تو داخل دفترت اومدی میادت چی میگفتی؟ بفرمایید یلا خانوم، بفرمایید خوش آمدید تخ، که یه جور کج راست میشدی. من پشمام میگفتم چه احترامی برای خانوم من میذاره. نشستیم اونجا گفت ما نمونه کار نداریم برای مشتری. التماس کرد خانم من، گفت نه من فیلم عروسیمو خیلی دوست دارم نمیدم. گفت تو رو قرآن، تو رو خدا فیلم عروسی التماس میگه. آخ فیلم التماسش راستی ببین تو لایف هست درسته؟ لایف راستی بگا دادی خودتو یوسفی، لایوی که التماس میکرد افغان ها اولین افغانی هستید که در تیم پروداکشن ما عروسیشان را پخش میکنیم، خیلی ممنونیم، افتخار دادید که شما فیلم یادت این حرفا رو میزدی، الان اومدید به 4 تا آدم احساسی این حرفا رو میزنی که دوباره مشتری جمع کنی کلا سرشون بذاری. 11 نفر آدم، 12 نفر آدم به من پیام دادن که تو کلاهبرداری کردی، اونایی که 20000 پول ازشون گرفتی و کاراشون نکردی چی؟ بعدش هم تو قرارداد نوشتی لیموزین 2 ساعت دم آرایشگاه عروس میاد، ما رو کاشی 1 ساعت 20 دقیقه وسط خیابون، بهترین شب از زندگی منو خانوممو برداشتی خراب کردی. چه میدونم نوشتی 5 تا کامرامن، اینا رو چرا نشون ندادی؟ 5 تا کامرامن نوشتی، گفتی تو آرایش یکی نه عکاس، یه دونه فیلمبرداری پیرمرد پیرزن برداشتی تو عروسی منو وردی، برگشتی گفتی دوربین میاد تو آرایشگاه، هیچ دوربینی نیومد، من گفتی بهترین آرایشگاه مردونه، منو بردی جایی که موامو نشستن، صورتمو نابود کرده بودن، رفتم تو آرایشگاه زنونه، ندا خانم صورت منو درست کرد، فیلم اینم گرفتم، فیلم اینم میذارم. چرا شما آدمای احساسی میان این چیزا رو قبول میکنید؟ بعدش هم این آقا درآمدش از یوتیوبه، ایشون فیلم سریال درست میکنه، داخل یوتیوب پول در میاره. تویی که نمیدونید درآمد یوتیوب چقدر چرا حرف میزنی؟ یک فیلمی که 2 ساعته، اونم فیلم عروسی ما که این همه جنجالی تو پیج نجیب فیضی 3 میلیون ویو گرفته، داخل یوتیوب 1 میلیون ویو بگیره 15000 یورو از این ویو پول در میاره اینا. شما وقتی نمیدونید چرا حرف میزنید؟ من